سگالش، گفتارهای جلال ایجادی در زمینه جامعه شناسی، فلسفه، زیست محیطی و سیاست. برنامه از رادیو تلویزیون مان. درود بر شما بینندگان عزیز، من جلال ایجادی. برنامه ما برنامه سگالش و این برنامه در چارچوب رسانه رادیو تلویزیونی مانی پخش میشه. امیدوارم که پیوسته حالتون خوب باشه و بنابراین در پیرو بحث‌های قبلی ما این جلسه یا این برحال گفتگوی امروز رو تحت این عنوان معرفی میکنم: تاریخ قرآن و دروغ عبدالکریم سروش. ببینید، یکی از مسائل مهمی که در تاریخ اسلام پیوسته وجود داشته مسئله پنهان کردن یا در واقع گزافه گویی کردن یا در واقع دروغ گفتن درباره قرآن بوده. برای ما از نظر تاریخ، از نظر جامعه شناسی، مسئله قرآن یک امر کاملا انسانی و تاریخی هستش و هیچگاه ما از موضع و جایگاه یک معتقد به دین حرکت نمی کنیم، بلکه این رو از زاویه علمی مورد بررسی قرار می دیم. و همونطور که بارها گفته شده و باز تأیید می کنم و تأکید می کنم، ما پیوسته در جامعه خودمون احتیاج به این داریم که راز زدایی بکنیم، یعنی اون امور یا اون پدیده‌هایی که به شکل در واقع سحر و جادو، به شکل رازآمیز، به شکل مقدس و با به هر حال پرده ای از اسرار معرفی شده، اینها رو در واقع باید مورد نقد قرار داد و تک تک این موارد رو مورد انتقاد و بررسی قرار داد. و بنابراین امر دین یکی از این امور هستش. و بنابراین این امور یعنی چی؟ یعنی که شما در زمینه دین که یک وسیله هست، یک موقعیتی هست که بیشترین گزافه‌گویی ها صورت بگیره و انسان رو در خواب به اصطلاح عجیبی فرو ببره و انسان رو ازش هوشش رو در واقع سلب بکنه و برابر این دیگه انسان نتونه فکر بکنه. حال آنکه ما به فکر کردن احتیاج داریم، ولی که دین به فکر کردن احتیاج نداره. دین به تعبد احتیاج داره، دین به تسلیم و در واقع پیروی از به اصطلاح احکام دینی یا از امور مربوط به اصطلاح به الهی احتیاج داره. بنابراین با توجه به این هستش که ما تمامی زوایای گوناگون مربوط به هر حال متولد شدن اسلام، خود امر قرآن و مسائل مربوط به هر حال پیامبر اسلام رو پیوسته در برنامه‌های مختلف از زوایای مختلف مورد برخورد قرار دادیم و برخورد باز هم خواهیم کردش. ولی در اینجا این که گفته میشه که تاریخ قرآن و دروغ آقای سروش، این رو بر اساس این مطرح میکنم به خاطر اینکه یکی از به اصطلاح تئوری هایی که حالا میگم تئوری ولی که بعد انتقاد بهش خواهم کرد، یا نظری هایی که آقای سروش چند سال پیش مطرح کرد و نوعی خواست برای خودش در واقع جایگاه جدیدی به وجود بیاره، نوعی در واقع خواست بگه که او ماننده در واقع حوزه فکر نمی کنه و بنابراین آقای سروش به عنوان یکی از پرچمداران نواندیشان مذهبی، نواندیشان دینی اسلامی، سعی کرد به هر حال به اصطلاح نوعی به دست به نوآوری دست بزنه و مردم رو به این ترتیب یا اون بخشی که برها به این امور توجه دارن رو مجذوب خودش بکنه. و به دنبال این امر هم ما دیدیم و شنیدیم از جانب روزنامه‌نگاران مختلف، به خصوص روزنامه‌نگارانی که روزنامه‌نگاران دینی و پیروان هم اسلام و هم نواندیشان هستن، چه برنامه‌های عجیب و غریبی ترتیب داده شد، همچنین با کوشش برخی رسانه‌هایی که خارج کشور هستند و در چارچوب سیاست انگلستان قرار می‌گیرند یا جاهای دیگه، به هر حال پیوسته سعی کردن به ما بگن که مواظب باشید، دقت بکنید، یک بوتی
بوت جدیدی آمده و این بوت هم آقای سروش هستش، زیرا حرفهای بسیار بسیار جدیدی میزنه و به این ترتیب با تمامی این سیستم تبلیغاتی و پروپاگاندی که صورت گرفت سعی کردن که هم محافل و هم روشنفکران و هم بخش تحصیل کرده جامعه رو به هر حال به سوی این نظریه بکشونن. و بنابراین این مسئله مطرح شد که ایشون مطرح کردن که قرآن همان رویاهای رسولانه، قرآن همان رویاهای رسولانه و این هم رویاهای رسولانه هستش که برابر این به ظاهر این امر وقتی میگیم رویاهای رسولانه، این رویا پس برابر این اگر رویای رسول بوده، اگر رویای محمد بوده، پس بنابراین آیه به معنای این هستش که منشأ الهی خود رو از دست داده؟ آیه به این معنا هستش که قرآن برابر این کلام الهی نیست؟ آیه به این معنا هستش که پس اگر رویای رسولان هستش، این امر دیگه جنبه به اصطلاح زمینی گرفته و منشأ آسمانی خودش رو از دست داده؟ برمیگرده به این که چه نگاهی، چه بینشی آقای در واقع سروش داره. ببینید ما در عرصه برخوردهای علمی به دین نمیتونیم به شکل دوگماتیک رفتار بکنیم. دین یک مجموعی از دوگما، یک مجموعی از اصول جامده که با به اصطلاح با ریشه خدایی و قدسیت هستش خودشو معرفی میکنه و برابری میگه که دست به من نزنید. و یکی از این امور قدسی این هستش که قرآن در واقع فرستاده اللهه. الله یک خدای به اصطلاح توانا، خدای آسمان ها، خدای آفریننده و خدایی هستش که اسلام رو از طریق ارسال قرآن به جبرائیل و از طریق جبرائیل به محمد به این ترتیب کلام خود رو که به عنوان یک کلام الهی باشه رو به جامعه عرضه کرده. پس در اینجا یک ویژگی مهمی بلافاصله در برابرش ما قرار میگیریم. اگر ما توجه کنیم به فرض به انجیل، انجیل چهار به اصطلاح انجیلی که در برای مسیحیان به عنوان کتاب مرجع مطرحش، اون رو در واقع پیروان خود مسیح نوشتن و بنابراین منشأ الهی برای خودش توضیح نمیده، بلکه این رو به عنوان نظریات پیروانی که درباره خود مسیح، درباره رفتار، درباره اخلاق و درباره نظریات مسیح مطرح میکنن. حالا که وقتی ما به قرآن به اصطلاح توجه میکنیم و با درکی که اسلامی ها میدن، این در واقع نظر یک فرد نیست، بلکه همون کلام الله هست. الله از آسمان این رو فرستاده و این امر به اصطلاح پیامبر اسلام رسیده و به این ترتیب پیامبر اسلام به اصطلاح جامعه حجاز اون زمان در واقع عرصه میکنه. خب پس اگر این هستش، آقای سروش صحبت از رویا میکنه. خب آیا گفتن رویا در تناقض با گفته خود اسلام هست که خود رو معرفی میکنه به عنوان یک کلام الهی که از طریق جبرائیل به پیامبر اسلام انتقال یافته شده؟ نه الزاماً. فرمول بندی آقای عبدالکریم سروش فرمول بندی جدیدی هست، رویاهای رسولانه. حالا رویا چیست؟ آیا به معنای خیال ها هستش؟ به معنای در واقع اون امیال رسول هستش؟ یا به هر حال این رویاها آیا نتیجه در واقع امر ناخودآگاه انسانی که من برمیگردم به مسئله نگاهی که فروید در این زمینه داره، آیا منظور آقای سروش این هستش که این رویاها نتیجه مکانیسم های در واقع خود آگاهی و یا ناخودآگاه انسانی ها هستش، از ناخودآگاه و زمیر ناخودآگاه انسان بیرون میاد؟ اگر ما این زمینه رو باز بکنیم هیچ نتیجه از این نخواهیم گرفت، بلکه اگر به خود گفته های ایشون و تفسیرهایی که برش کرده شده دقت بکنیم، منظور ایشون این هستش که
رویاهای رسولانه در اساس ایشون میخوان مطلب بگن که آنچه که نگاه و تمایل خدایی هستش، الله هستش، منشأ این به صلاح قرآن همون در واقع منشأ الهی هستش که از طریق در واقع رویا، از طریق دیدار، از طریق نمایش، از طریق بینش محمد به جامعه ارسال شده. یعنی ایشون نافی این نیستن که منشأ نهایی این رویا همون منشأ الهی هستش، هرگز، بلکه این رویاهای محمد رویایی هستش که همون در واقع بازتاب اون منشأ الهی هستش. پس بنابراین در اینجا این سوال مطرح هستش که این منشأ الهی پس بنابراین ارسال شده و وحی شده و بنابراین انتقال پیدا کرده به محمد. در قرآن یک آیه وجود داره در سوره الشورى آیه 51 که اینطوری میگه، میگه خداوند با هیچ بشری سخن نمیگوید مگر از طریق وحی یا از پشت پرده یا از طریق فرستادن فرستاده. این نظر قرآن هستش. پس قرآن اعلام میکنه که ما در واقع وحی میکنیم و وحی از چه طریقی رد میشه؟ از طریق در واقع به این ترتیب که یا از پشت پرده آمده کسی اعلام میکنه بدون که چهره اون رو ببینید، یا از طریق فرستادن فرستاده‌ای که در اینجا پیامبر اسلام باشه. بنابراین آنچه که وحی شده، آنچه که خیال به سلام محمد بهش پرداخته، آنچه که در ذهن محمد آمده، خب در اینجا نوعی انتقال یک پیام الهی به پیامی برای جامعه هستش و بنابراین محمد در اینجا کماکان نقش واسطه رو ایفا میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اینکه شما بگید که کلام الله رو منتقل میکنه یا رویاهای الله رو منتقل میکنه یا رویاهایی که محمد داره در حقیقت در منشأ خودش همون چی؟ همون کلام الهی هستش و این نگاه من و برداشت من از نظر ایشون هستش. پس بنابراین آنچه که آقای به اصطلاح سروش مطرح میکنه این هستش که در واقع مفاهیمی هستش، قرآن، سوره های قرآنی، آیه های قرآنی، ما 114 سوره داریم، بیش از 6200 خورده آیه داریم و بنابراین همه این آیه ها و همه این سوره ها به این ترتیب رویاهایی هستند که این رویاها رویاهای در اساس الهی هستن. اگر منظور غیر از این است، یعنی اگر منظور این هستش که اساساً هیچ منشأ الهی نداره، آقای سروش باید اعلام بکنه، باید اعلام بکنه. یکی از ویژگی‌های نواندیشان چند پهلویی اونها هستش، عدم شفافیت اونها هستش. همیشه یه چیزی گفتن، یه چیزی دیگر رو میتونن در هر لحظه تفسیر بکنن و بنابراین اگر برداشتی که من در اینجا اعلام دارم میکنم، آقای سروش که بارها هم در واقع دعوت کردم به مناظری در ارتباط با امور مربوط به قرآن، اگر ایشون توافق ندارن با برداشت من از گفته ایشون، باید مستقیما اعلام بکنن که پس بنابراین به هیچ وجه منشأ الهی نداره. اگر اون وقت منشأ الهی نداره، پس ایشون باز مجددا به ما باید جواب بدن. تمام احترام ایشون برای پیامبر اسلام، برای دین اسلام، این ناشی از چیست؟ تمام تأکید ایشون در ارتباط با تفسیرهای مربوط به قرآن، در ارتباط با اینکه به عنوان دین
یک دین حق هستش و خود ایشون هویت خودشون رو در چارچوب این دین توضیح میدن، پس این رو ما چگونه باید ارزیابی بکنیم؟ ایشون یک فرد دیندار اسلامی است. ایشون تمام حرکت فکری و در واقع باورشون در چارچوب این دین هستش و بنابراین در درون این دین هستش، پس بنابراین به باور این دین اعتقاد داره و زمانی هم که در واقع قرآن رو به عنوان باورها و یا رویاهای رسولانه ارزیابی میکنه، این تناقضی با اون دین و با اون رسول نداره، بلکه نوعی فرولوندی، نوعی در واقع به اصطلاح نقاشی جدید، یک نوعی در واقع نمایش جدید رو با یک تیتر یا عنوان جدیدی داره مطرح میکنه. و در اینجا هست حرف اصل من با آقای سروش، در اینجا هستش که چی؟ این که ایشون بیاد این کلامی یا اون کلام رو استفاده بکنن برای در واقع تحکیم اسلام در درون جامعه ما، اسلامی که امروز در جامعه ما مورد تعرض فکری جامعه قرار گرفته، اسلامی که امروز مورد بیوفایی نسبت به اون وجود داره، یعنی بیش از پیش مردمان نسبت به اون بیوفا میشن و دور میشن از اسلام، اسلامی که اسلام خشونت هستش، اسلام دولتی هستش و اسلام آقایان نواندیش هستش که تمام جهان رو به این اسلام در واقع محدود میکنن و خلاصه میکنن و باز ما رو و جامعه ما رو در درون این امر دین، دین اسلام میخوان نگه بدارن و هرگز انتقادی به دین اسلام، هرگز انتقادی به تجاوزات عرب ها در زمان هجوم به سرزمین ایران ندارند. خب با توجه به این، آنچه که برای ما مهم هستش اینه که خب آقای سروش اگر این رو مطرح میکنه، ما میخوام چند مطلب مرکزی رو در ارتباط با حرف ایشون که پس برابری رویاهای با منشأ الهی هستش، قرآن برها قابل تقدس هستش، نظر ایشون این چنین است، یعنی نگه داشتن راز، پرده‌ای از ابهام. اونها دوستان عزیز، اونها یعنی از یک سو آخوندها، از سوی دیگه نو اندیشان از این دین امتیاز گرفتن، پول دارند، موقعیت اجتماعی دارند، پرستیژ بر خود بپا کردند، اونها همه وابسته به این دین به عنوان یک کالا در بازار اجتماعی بهش چسبیدند، پس بنابراین اونها جرأت نخواهند داشت که در واقع به نقد علمی دین بنشینند. دین برای اونها وسیله‌ای برای چی؟ برای کسب پول هستش، کسب موقعیت اجتماعی هستش، تحکیم در واقع موقعیت خودشون در جامعه دینی در ایران هستش. پس بنابراین ما میدونیم رابطه اونها با دین چیست، چه جناح در واقع حوزویش باشه، چه جناح نواندیش باشه، اینها در بستر دین و در رابطه با دین متحدن، اینها یگانه هستند، تفاوتی بین اینها نخواهد بودش. اونها ضدیت دارن با کسانی که به دین انتقاد دارن، اونها ضدیت دارن با کسانی که به سکولاریزم عمیق به اصطلاح اعتقاد دارن، اونها ضدیت دارن با روشنفکری که به نقد مبانی قرآنی و اسلامی میپردازه و در این ضدیت اون دو جناح با هم مشترک هستن. ببینید قرآن در زمان محمد وجود نداشت، پیامبر اسلام در سال 570 میلادی در مکه متولد میشه و در سال 632 در مدینه فوت میکنه. در 40 سالگی گویند ایشون به رسالت میرسه که به اصطلاح دین جدید رو انتشار بده و ما میدونیم بر اساس تحقیقات گوناگون
که در محافل دانشگاهی در غرب صورت گرفته که توسط نویسندگان جدی دانشگاهی در غرب صورت گرفته. رفرانس ما افراد به اصطلاح متفکر اسلامی نیست، نواندیش نیست، آخوند نیست، تاریخدانی که خود سعی میکنه که از اسلام دفاع بکنه نیست. منبع و منشأ فکری ما و رجوع ما کارهای علمی در اینجا هست که از حدود 150 سال پیش به این سو آغاز شده و ادامه داره، کارهایی که از جمله توسط تئودور نورتکه آغاز شد و امروز کماکان در همون راستا ادامه داره. ببینید همه این متحققین، محققین و به اصطلاح پژوهشگران نظرشون بر این هستش که اساساً این کتاب در ابتدا وجود نداشته، در زمان محمد وجود نداشته این کتاب. این آیه هایی که به اون میگن ارسال شد کجا بوده است؟ که در ماه رمضان ارسال شد کجا جمع شدند؟ که گاه گویند یک بار ارسال شد یا گاه گویند چندین باره در ماه رمضان ارسال شد کجا بوده است؟ هیچ سند تاریخی جز ادعای خود قرآن، هیچ سند تاریخی جدی در این زمینه شما ندارید که به ما اعلام بکنید که در اون زمان به اصطلاح قرآن وجود داشته است. قرآن وجود نداشته است، بلکه همچنین اساس زبان عربی وجود نداشته است. بنابراین در این لحظه صحبت از وقتی که مصحف میشه، یعنی نسخه قرآنی میشه، این مصحف یا نسخه قرآنی رو بعدها در زمان خلیفه سوم هستش که آغاز میشه تنظیم مصحف یا نسخه، اون هم به اعتبار تکه پاره هایی، نوشته هایی و چیزهایی که کاتبان اعلام میکنن، مطالبی که یاران محمد چندین دهه پس از مرگ او دارن اعلام میکنند هستش که به اصطلاح جمع آوری میشه. و در دوران عثمان، سومین خلیفه به اصطلاح چهارگانه هستش که دستور داده میشه که آنچه وجود داره، نوشتارها، تیکه پاره ها، روی پوست، روی درخ، روی سنگ، اینجا اونجا بوده رو همه رو بیارن و بنابراین در شورای تشکیل میشه و در این شورا اعلام میشه که چه بخشی از این گفته ها و پاره نوشته ها نگه داشته بشه و چه بخشی از این پاره نوشته ها و یادداشت ها جمع بشه و سوزانده بشود و این امر صورت گرفته و تمام مورخین اصلی و جدی تاریخ این امر رو تأکید میکنن که بنابراین اولین دوره‌ای که آغاز شد برای جمع‌آوری و دستکاری کردن زمانی که زمان عثمان هستش. خب بنابراین ما وقتی که باز به تاریخ اسلام رجوع میکنیم، یعنی شما از به اصطلاح بعد از این دوره میرسید به دوران امویان، میرسید به دوران عباسی و در تمام این دوران، من این را در نوشت‌های گوناگون نشون دادم، تا یه 200 سال قرآن مسلمانان دست به دست به اعتبار سفارش های سیاسی حکمرانان و خلفا تنظیم میشه، نسخه های مختلف تنظیم میشه و این نسخه های مختلف سعی میشه که در واقع اینها ساماندهی بشه و این ساماندهی ها علی رغم تلاش هاست باز ما امروز در واقع نسخه های گوناگونی از قرآن داریم که در تمام وجوه خودش فاقد برابری هستش. و زمانی که در سالهای 70 مصحف یا مصحفهای یا نسخه های قرآن یمنی یا صنعا کشف شد که خود اون باز یک نسخه نیست، بر اساس تحقیقات دانشمندان آلمانی نسخه های گوناگونی هستش که بین این نسخه ها تفاوت های گوناگون وجود داره و این امروز در واقع ضبط شده توسط دانشمندان
آلمانی. بنابراین ما هرچی به عقبتر میریم، یک، مشاهده میکنیم و در واقع در میابیم که قرآن در زمان محمد نبوده. دو، قرآنهای مختلف در واقع آغاز به کار میشه طی 200 سال، و این قرآنها قرآنهای در واقع کاتبان هستش، قرآنهای در واقع حکرانان و در واقع به اصطلاح نخبگان عرب بوده است، قرآنهای متعلق به خلفا و در واقع سلطانهای عرب بوده است که اینها احتیاج داشتن برای این به اصطلاح مجموعه حکم فرمایی خودشون در کل این سرزمین‌های گسترده‌ای که از زمان عمر اینها به تصرف درآورده بودند، یک منشور واحد داشته باشند که بر اساس این منشور، یعنی منشور سیاسی و منشور به اصطلاح حقوقی قضایی و همچنین منشور در واقع الهی، تمامی این جمعیت در سرزمین‌های مختلف زیر پرچم قرآن جمع بشن. نوعی کتابی که باید تنظیم میشد که این کتاب جهت دهنده این کشورها و امپراتوری چی استعماری عرب باشه. و به این خاطر استش که در واقع ما زمانی که به این امر توجه میکنیم، متوجه میشیم که این نگارش اگر طول میکشه حدود 200 سال، و این نگارش اگر سرآغازش در واقع دستکاری هستش، این واقعیت تاریخی در تناقض با ادعای قرآن مبنی بر این که قرآن در واقع یک معجزه الهی هستش و کلام الهی هستش، و در تناقض با نگاه آقای سروش هست که اون رو در واقع نوعی رویاهای رسولانی معرفی میکنه که با منشأ الهی هستش، و زمانی که این رو اعلام میکنه، یعنی ما از بعد تاریخی و اجتماعی این کتاب خارج میشویم. همه کتاب ها تاریخی هستن، از جمله کتاب اسلام یعنی قرآن. و زمانی که آقای سروش این رو در واقع علارغم این که ایشون میدونن چه کارهایی در این زمینه ها صورت گرفته، علارغم این که ایشون مطلع هست که در دانشگاه های غربی کارهای بسیار جدی در این زمینه صورت گرفته، نمیاد این نکات رو بیان بکنه. تفسیر خاص خودش رو، ادعای خاص خودش رو میاد مطرح میکنه که قرآن رویای رسولانه. خب در اینجا اعلام میکنم من، قرآن یک تاریخ داره، تاریخ نگارش در یک لحظه وجود نداشته در زمان محمد و از آسمان نیومد، کاتبان و کارهای گوناگون کاتبان این رو در واقع جمع جور کردن. اینکه عثمان این رو جمع جور کرد، این عثمانی هستش که یک خلیفه عرب این رو در واقع اومد تقسیم کرد، چیزایی که باید نگه داره نگه داره، چیزایی که دلش نمیخواست اینها رو چیکار کرد حذف کرد. این دیگه ما در دل تاریخ هستیم، سانسورها در دل تاریخ هستیم، سوزاندنها در دل تاریخ هستیم، در واقع اونهایی که مورد تایید قرار میگیرن. و به این خاطر هستش که آقای سروش در واقع این تاریخ قرآن رو حس میکنه و ادعا میکنه که این رویاهای رسولانه هستش، و بنابراین ایشون به طرز آگاهانه دستخوش یک دروغگویی هستن. ایشون آقای سروش چرا دروغ میگویید؟ شما توانایی این دانش و این دانش رو دارید که ببینید که در دانشگاه غرب در این زمینه کار شده، حداقل 50 کتاب معتبر در این زمینه وجود داره. اگر نمیدانید بیایید از من بپرسید، ولی از اونجایی که من میدونم حداقل برخی از این کتاب ها رو به گوشتون رسیده، ولی موقعیت شما برای حفظ قرآن، برای حفظ اسلام و برای حفظ این در واقع معرکه‌ای که ادامه میدهید، در واقع نمیخواهید به این امر پایان بدهید، بنابراین گوش و چشم خود رو بر این واقعیت ها میبندید و دستخوش یک دروغگویی میشوید. به این خاطر هستش که خوشبختانه در ما وقتی که به قرآن توجه میکنیم، وقتی میگم من قرآن در واقع یک واقعیت عادی، یک واقعیت در واقع خیلی اجتماعی هستش، شما به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، شما
قرآن رو بخونید، کتاب کنفوسیوس هم بخونید، نیایش های بودا رو هم در نظر بگیرید. شما وقتی این سه تا رو در نظر میگیرید با سه تا دنیای گوناگون مواجه هستید. اگر الله شما اللهی است که آسمان هستش و تمام طول تاریخ تسلط داره، برابر این جهان شمول باید باشه. حال آنکه اینطوری نیست، کتاب شما جهان شمول نیست، کتاب مخصوص جامعه و جغرافیای مکه مدینه در شبه جزیره حجاز هستش. کتاب شما از منشأ یهودیت وام گرفته، از منشأ نصارا وام گرفته، از منشأ آداب و در واقع ادیان دیگری که در این منطقه خاورمیانه بودن وام گرفته و در طول تاریخ ساخته شده. شما وقتی نگاه میکنید به فرض حیوانات در درون قرآن، جغرافیای در درون قرآن، چرا حیواناتی در درون قرآن هستن به عنوان نمونه؟ شتر، فیل، حشرات، ملخ، عنکبوت و غیر و غیره در آیات گوناگون وقتی آمده، این نتیجه اون جغرافیا هستش. هر درختی که در جامعه چین هستش در درون قرآن نیست، درخت های این منطقه جغرافیایی در درون قرآن آمده، حشرات و حیوانات این منطقه جغرافیایی در درون قرآن آمده. که بخشی از اینهایی که باز در درون قرآن آمده نتیجه چیست؟ نتیجه مجموعی مطالبی هستش که به تورات باز برمیگرده و تورات در واقع خود منشأ هستش برای مطالب موجود در قرآن، بنابراین این منطقه هستش. اقوام در واقع یهودی، اقوام عرب، اقوامی که در این منطقه دارن زندگی میکنن، کیش ها، چه به عنوان کیش های به اصطلاح ابراهیمی که خودش این داستان دیگه داره و چه کیش هایی که در واقع آسمانی به اون معنا نیستند و اینها در واقع به عنوان بت پرستی، به عنوان در واقع کیش های متمایل به طبیعت هستش، اینها در درون قرآن جایگزین شده. جادوگری در درون قرآن جایگزین شده. به این خاطر هستش که برابری وقتی که ما از در هرمونتیک مسئله قرآن رو نگاه میکنیم، میبینیم چگونه مشخصا تمامی این موارد انعکاسی هستش از این جامعه، از این نقطه تاریخی که در قرآن اومده. این همه در قرآن درباره خشونت صحبت میشه، این همه در قرآن در ارتباط با اینکه چگونه باید گردن زد، افراد به جهنم فرستاد. رویاهای رسولانی آقای سروش بسیار ناراحت کننده هستش، بسیار وحشتناکه، به خاطر اینکه در درون قرآن آیه های گوناگون درباره مسئله خشونت و تأکید و تمجید خشونت، خشونت علیه منافق، خشونت علیه در واقع یهود، خشونت علیه نصارا، خشونت علیه به اصطلاح کسانی که مرتد هستند، این خشونت های گوناگون آمده. رویاهای آقای سروش رویاهای وحشتناکی هستش، ولی در واقعیت هم این رویاها رویاهایی هستش که در دل اون جامعه وجود داره، در تناقض مناسبات بین قریش و سایرین وجود داره، در جنگ های قبیله اون نقطه و اون لحظه تاریخی وجود داره و تمام قصد اسلامیون برای تسلط بر یهودیان و بیرون آوردن ثروت های اونها وجود داره و تمام تمایلی که اینها میخوان تیگار کنن، میخوان خودشون رو بر اون سرزمین در واقع محکم بکنن، سلطه برونن، اینها همه روح قرآن هستش. پس بنابراین این روح قرآن یک روحی از آسمان نیست، بلکه روحی منعکس از جامعه تاریخی عربستان و مجموعی پدیدهایی هستش که در این نقطه از جغرافیای جهان وجود داره. پس بنابراین خوشبختانه زنی زمینه در جامعه ما، اونطوری که اعلام کردم در جامعه غربی هستش، ولی در جامعه ما
دوستان اگه بخوام برن توجه بکنن کتاب علی دشتی رو مجدده، اگر خوندن که مجدده نگاه بکنن و اگر نخوندن حتما گیر بیارن کتاب 23 سال. کارهای دیگه، کارهای جدی صورت گرفته از نوشته های آقای مسعود انصاری، اون رو بخونن. کارهای خوبی انجام گرفته توسط آقای شجاع‌الدین شفا، اون رو هم بخونن و بزنن روی انترنت راجع به مثلا نقد های هرمونیتیکی که من درباره قرآن نوشتم. اینها منبع هایی هستش که در فارسی وجود داره. پس بنابراین برای پایان این صحبت این هستش که آقای سروش بس کنید، نه اینکه اندیشه خود رو متوقف بکنید، نه، ادامه بدهید، ولی دروغگویی بس است. بگذارید جامعه نفس بکشه، بگذارید اندیشه نقاد و علمی روش کنه. کاری که شما میکنید برای نگه داشتن جامعه در ایدولوژی اسلامی هستش، در ایدولوژی قرآنی هستش، و این ایدولوژی قرآنی در تناقض با آزادی و حقوق بشر میباشد. موفق باشید.